سلام، من جنیفر فرای هستم، مدیر وارم در اتحادیه وستر برای مهاجر. من می خواهم که شما بدانید که ما برای شما دعا می کنم در این جریان بحران ویروس کرونا. امیدوارم که شما و فامیل شما صحتمند و در امن در خانه تان باشین. این یک وقت خیلی دشوار است برای همه. هر سال وارم ایستر را تجلیل می کند و با هم خیلی لذت می بردیم از اینکه غذاها و بازیها و رقصها را با هم شریک می کردیم. بسیار معذرت می خواهیم از اینکه امسال نمی توانیم با هم باشیم، لیکن به جای اون ما با شما این ویدیو را ارسال می کنیم. من از دوستم تیمیتی درخواست کردم که درباره ایستر و معنی ایستر و چطور حضرت عیسی هفته آخر زندگیش را سپری می کرد در زمین بیان کنه و ویدیویش را بعدا تماشا کنید. و قبل از اون من می خواهم شما بدانید که من پیرو حضرت عیسی هستم و او عالی هست. زندگی و فکر من را درباره آینده تغییر داد و به من آرامش داد حتی در وقتی مشکل. خیلی زیاد میتوان درباره او بنویسیم، اما من میخواهم شما به حرفهای تیموتی گوش بدهید. بعد از شنیدن حرفهای او من بر میگردم و لحظات بعد با ما باشیم. سلام، من تیموتی سلکان، یک از روحانی های در کلیسا به اسم پلزنت استریت پرکتیس هستم. متاسفانه ما نتونستیم برنامه پالمسندی خودمان را به دلیل شیوه ویروس برگزار کنیم، اما ما می خواهیم در مورد پالمسندی صحبت کنیم. ممکن است بپرسید پالمسندی چیست؟ پیدایش آن از کجا است؟ چه چیزهایی در مورد آن مهم است؟ بسیار خوب، پالمسندی نشانه و یا هدف از دو هفته اخیر زندگانی حضرت عیسی در روی زمین می باشد. این مطلب در گزارش از انجیل اثار جان تا نوشته شده است. در حقیقت در نشریه 12-12 جان متوجه این مطلب شدیم. موضوعات مربوط به 15-12-12 جان. حالا در نشریه جان، کتابی که حالا از حضرت عیسی خوانده ایم قبلا هم مشهور بوده است. مردم قبلا در هم در مورد او شگفت زده و متحیر بودند و این میتوانید یک شاهد مبنی بر اینکه حضرت مسیح در مورد آن تعهد کرده باشد می باشد. این تعهد وفا را خداوند در کتاب مقدس انجیل کرده است که بندگانش را محفوظ نگه می دارد. حالا برای اینکه بهتر بدانیم دوباره رجوع می کنیم به کتاب پیدایش تورات و انجیل مقدس. شما می دانید که کتاب مقدس تورات به ما درس می دهد که انسان ها خلق شده اند تا به خدایشان تحت فرمان از زندگی کنند، اما آدم و حوا سرکشی کردن از آن. آنها خطایی در مورد خداوند مرتکب شدند و این خطا و گناهشان در مورد موجودیت خداوند بر روز دادند. حالا می توانید گفت تمام مردم و زنان از زیر آن گناه خلق شدند. تمام ما گناهکار هستیم. وقتی که شاید و خبری را در مورد خداوند پخش کنیم که وجود ندارد، به هر حال خداوند تحت کرده و برای ما قول داده است. بخش کتاب تورات 3:15 را بخوانید. بنابراین وقتی انسان ها خطا را در مقابل خداوند مرتکب شدند، بعدا خداوند تعهد کرد و وعده داد من شما را حفظ خواهم نمود. من رها دهنده را خواهم فرستاد. نگران نباشید. در حقیقت تمام پیان گذشته بیش از حد واقعیت ندارد. اولین این که میبینیم مردم بار بار کوشیدن تا به خداوند رجوع کنند، اما نتوانستند. ما میبینیم که مرد خواهند عاقل و خردمند باشند. ما نمیتوانیم بالای مشکلات خود کامیاب شده و فایق آییم. دومن به خاطر دارد خداوند در کتاب تورات چه گفته است. او گفته از شایعات و آفت و بلاهایی از مصر، تمام پادشاهان اسرائیل، تمام تبعید و تمام تعهدات در مورد داستانهای از قبل برنامه ریزی و طرح شده است. آنجا نجات دهنده از خاطرهای و لرزشهایشان خواهد بود. بسیار خوب، حالا دانستیم مردم برای چه متحیر و حیران بودند. آنها می گفتند در نهایت بعد از این همه مدت نجات دهندگان اینجا هستند. پس آنها نشانه های عالی و شگفته ای را نزد حضرت عیسی آوردند. آنها همچنان کود و لباس هایشان را بیرون آوردند و با خود گفتند حسنا حسنا. اما چیزی دیگر اتفاق افتاد.
دیدید که بعد از چند روز مردم سرودن حسن را خاتمه دادن و خواندن بدار آویختن بدار آویختن را آغاز کردن. مردم زمزمه ستایش و تحسین خداوند را توقف کردن. رها دهنده ها را زمزمه سار را سر دادن که می گفتن او را بکشید، ما نمی خواهیم چیزی را با او انجام دهیم. حالا وقت پرسش است تا بپرسیم که چرا آنها این کار را انجام دادن؟ چطور این کار در دنیا اتفاق افتاد؟ بله، حضرت عیسی آمد تا این گناهکاران را رهنمایی کند و گناهکاران من تو هستیم، تمام دنیا هستند. رومان 3 تمام گناهکاران اند، آنهایی که در خطای خودشان نسبت به خداوند خشنود هستند. بنابر این خود حضرت عیسی آمد تا مردم را به سوی روشنایی هدایت کرده و برای مردمانی که همچون افکار شدن مانع شده و باعث شد توسط خودشان آنها را به سوی حق هدایت کند. همچنان می توانیم بگویم مردم با کارهای اشتباهشان پی بردن و دانستن در خطر هستند. به جای اینکه کسی باید و آنها را حفاظت کند، مردم از خداوند خواستار این شدند که برای آنها چیزی بدهد که آنها توانایی آن را داشته باشد. بله، برای من این مفهوم رسانیده می شود. ما می خواهیم این را انجام بدهیم. ما می خواهیم قوی ترین آنها باشیم. می خواهیم عاقل ترین آنها باشیم. می خواهیم خوب ترین آنها باشیم. ببینید، حضرت عیسی آمد و پیامی مشخص را برای ما داد. او گفت اگر می خواهید مثل من و به ادامه من بیایید، از کارهای گذشته تان را انکار کنید، مصمم بوده و از افکار خرافتی بپرهیز و ما را پیروی کنید. از خود پرستی بپرهیزید. به این معنی که حضرت عیسی بار بار اشکار ساخت و گفت یگانه مشکل خودمان خرافه پرسی است. ما فکر میکنیم که میدانیم چه در دست است. ما فکر میکنیم خوب هستیم. در حقیقت اگر از شما کسی بپرسد آیا شما شخص خوب هستید؟ آیا با آسمان خواهی رفت؟ بسیاری از مردم میگویند بله کاملا. اما کتاب انجیل میگوید که یگانه راه به آسمان ها و معنویت در از طریق حضرت عیسی به خداوند است. حالا چطور این کار امکان دارد؟ بسیار خوب، حضرت عیسی در واقع برای ما میگوید از گناهان توبه کنید. قسمی که شما خودتان را از خوب فکر میکنید نیستید. به من باور کنید. بله، شما باید به حضرت عیسی باور کنید. همان چیزی که او برای ما میگوید. بیایید در این باره فکر کنیم. چگونه خواهد بود این خبر خوش برای من و شما؟ ببینید، مشکل از جان شروع می شود که مردم درباره پام سنده قسمی فکر میکند و هیجان زده بودند که حضرت عیسی آنها را در جای کمک خواهد کرد که آنها ضرورت داشته باشند. پس مردم فکر کردن که من نجات دهنده را می خواهم که هر چیزی بخواهم برایم آماده کند. دشمنان ام را از بین ببرند. غذای خوب بدهد. پول بسیار بدهد. و امسال هم آنها به این کارشان خیلی چیزها را از دست دادن. وقتی حضرت عیسی گفت شما گناهکار هستید، شما قابل شکستن هستید و به همکاری نیاز دارید، پس به دنبال من باشید. پس چگونه میتوان امیدوار بود؟ چگونه میتوان مسرور بود؟ چطور میتوان زندگانی همیشگی را پیدا کرد و مثل مردمانی که قبلا آن را از دست داده بودند و نبودند؟ بسیار خوب، یک کار کاملا ساده است. حقیقت در رومانس پال گفته شده است. های همیشه نام خداوند را بر زمان می راند و ذکر خدا می گویند محفوظ خواهند بود. یعنی هر آن کسی که خودشان را اصلاح کنند و از حضرت عیسی پیروی کند محفوظ خواهند ماند. تصور کنید من و شما در جنگل راه گم کنیم. وقتی در اطراف خود نگاه کنیم، صدها، هزارها و میلیونها مسیر وجود دارد و هر کدام آن می توان ما را به سوی خرابی و ویرانی بکشند. من و تو به همدیگر نگاه خواهیم کرد و می گویم کدام مسیر را باید انتخاب کنیم. این مشکلی است که
ما گیر کرده ایم. حرفی نیست که ما چقدر کوشش و تلاش میکنیم اما نمیتوانی همدیگر را محفوظ نگه داریم. حالا تصویر کنید در یک جنگل هستیم و حضرت عیسی در یک تیاره می آید. ما میبینیم قسمی که قبلا هرگز تیاره را ندیده بودیم. حتی نمیدانیم که این چیست. حضرت عیسی به پایین نگاه میکند و میگوید من آمده ام تا شما را نجات دهم. این داستانی است که در کتاب حضرت عیسی در انجیل گفته شده است. حضرت عیسی آمده است تا ما گناهانی که انجام داده ایم ضامن شود. تمام گناهان ما را به آتش بکشد و عدالت و تقوی را برای ما به ارمغان بیارد. پس من گناهکار هستم. تو گناهکار هستی. به این معنی که ما چیز را از دست داده ایم. ما کاری انجام داده ایم که نباید انجام می دادیم. اما تو می دانی که حضرت عیسی هرگز گناه را مرتکب نشده است. هیچ کار اشتباهی را مرتکب نشده است. آیا زیبا و عقلانه نخواهد بود تا بدانیم که و قبل از آن بگوییم که من هرگز چیزی را از دست نداده ام و به طور کامل از تو پیروی می کنم. این دقیقا همان چیزی است که حضرت عیسی برای ما و شما می فهمانند تا که از پیروی کنیم. حضرت عیسی گفت اگر شما همان را که من می گویم را پیروی کنید، تقوا، عدالت، اطاعت و فرمانبرداری را دریافت خواهید کرد. چنین است که کتاب انجیل می گوید که راستگاری تحفه ای است از طرف خداوند. این چیزی نیست که من و شما انجام بدهیم. این یک تحفه خداوند است. پس در این روز خجسته پالم سنده من می خواهم شما را تشویق کنم. می خواهم با شما گفتگو کنم. با او اعتماد کرده و باور داشته باشید. به این معنی که با باورهای او اعتماد کنید و همان را انجام دهید که حضرت عیسی گفته است. شما میبینید که ما ناامید خواهیم. اگر به صورت مدام کوشش و تلاش نکنیم تا خود را نجات بدهیم، در آن صورت ما حضرت عیسی را از دست خواهیم داد. همانطور که آنها در روز خجسته پالم سنده انجام داد. اما اگر ما فقط به حضرت عیسی نگاه کنیم و بگوییم چگونه می توانم خودم را محفوظ نگاه کنم، به جای انجام دادن این کارها باید گوش و فرا دهیم که حضرت عیسی در این باره چه گفته است. او خداوند است، در جسم او آمده است که از جایگاه ما عبود داشته و سایه‌اش بالای ما باشد. او زنده جان را مرگ داده است و مرده جان را زنده کرده است. این کار از ما بعید است و به سبب گناهان که کرده ایم هرگز قادر به این کار نیستند. پس اینجا بود که حضرت عیسی هیچ اشتباهی را مرتکب نشد. اما او هنوز مرده است و از گلهای بهشتی سرخ رنگ می گیرد و به زودی زنده خواهد شد. او زنده شده است. وقتی که انجیل میگوید او اولین زنده جان از مردگان است. حالا او زندگانی را برای مردم پیشکش میکند. و این کدام پیشکش و تحفه نیست که شما از کجاها آمده اید و قرار است چه چیزهای را انجام بدهید. او مسیر خاص خودش را دارد و میگوید مسیر مرا ملاقات کنید. در غیر آن میتواند من و شما را در مشکل بیندازد. حضرت عیسی میگوید تمام این کارها را انجام داده ام. به من باور داشته و پیرویم کنید. من زندگانی جاودان را به شما خواهم داد. پس اگر ما نتوانیستیم در این روز خوب و خجسته پالم سنده را ملاقات کنیم، من خواهیم بگویم که در مورد پیام او فکر کنید که حضرت عیسی آمده و آن را برای دنیا به ارمغان آورد. آمین. سلام دوباره. تشکر تیمتی و تشکر از شما که این ویدیو را تماشا نمودین. حضرت عیسی همه چیز را تغییر داد و او وفات نمود. اما همه مجازات و گناهان ما را به دوش گرفت. اما او دوباره برخاست و در استر و ما به صدای بلند میتوان گفت که او زنده است. او پیروز شد و در برابر گناه و مرگ. او تنها برای تو همان پیروزی را داده است. بخشش و گناه و زندگی ابدی در بهشت و برای شما تحفه داده که خودش هست و می خواهد رابطه ای را با شما داشته باشد. اما فقط یک راه داریم تا زنده هستیم. این تحفه را باید دریافت کنیم. حضرت عیسی می خواهد خودش را به ما بدهد و از ما خواسته است تا با او باور کنیم و زندگی خود را تسلیم او کنیم و او را پیروی کنیم. من این کار را انجام داده ام.
و امیدوارم شما همین کار را بکنید و شما نگران نباشید که زندگی بعد از مرگ به شما کجا می رود. حضرت عیسی شما را دوست دارد. در انجیل نظر به جان، حضرت عیسی فرموده: من به چیزهایی که گفته بودم در من صلح و آرامش هست. این دنیا پر از مشکلات است، اما باید داشته باشیم که من از این دنیا پیرو شدم و من مخلصانه آرزو میکنم که شما به حضرت عیسی رجوع بیاورید. اگر کردین، تمامی عمر شما را او تنها نمیگذارد. او شایسته ای عبادت است. ایستر خوب داشته باشین دوستان. من برای شما و فامیل شما که در تمام کنار دنیا هست دعا میکنم و برای ما شریک بسازید که چطور میتونیم شما را کمک کنیم. و ما همه با هم هستیم. خدا نگهدار.